خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در هر کشوری، عمیانان گرامی، چه کشورهای آزاد جهان، کشورهایی که با شرایط دموکراتیک اداره میشن و مردم سالاری حاکم بر اون کشورهاست، و حتی کشورهای دیکتاتوری که حاکمان نظامی دارن یا از برکت دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بعد از به هم پاشیدن این امپراتوری، تمام رهبران سابق حزب کمونیست حالا شدن دموکرات، چماق رو گرفتن دستشون و نشستن اون بالا. از آقای علیف بگیرین، آقای پوتین، آقای مدودوف، همینطوری بیاین، من میتونم ده ها اسم ببرم که بجز اروپای شرقی، قسمت های که الان عضو اتحادیه اروپا مثل لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلاو، اسلواکی، اینا به طریق دموکراتیک اداره میشه. ولی این ور قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، به جز ارمنستان، بقیه کشورهایی هستن که همه اون رهبران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، همونطور که عرض کردم، چماق به دست نشستن. حتی در این کشورها رهبران درست مسئولیت اتفاقات رو به عهده نمیگیرن، ولی اگر یه اتفاقات غیر طبیعی هم در کشورشون رخ بده، وزرای مربوطه استعفا میدن. حالا در کشورهای دموکراتیک که این مسئله بسیار متداوله، در آلمان دو تا سرباز آلمانی در افغانستان دست به اعمال جنایت‌آمیز میزنه، وزیر دفاع استعفا میده، میره کنار بدون اینکه ازش بخوان و مسئولیت رو میپذیره. استرالیا همین چند وقت قبل وزیر دفاعش رو خواستن در پارلمان و استیضاحش کردن و او تمام تقصیرها رو به گردن گرفت و استعفا داره میده. در خیلی از کشورها اگر چنانچه اتفاقی بیفته در یک وزارتخانه، وزیر استعفا میده، میره کنار. اما از اونجایی که ما دارای یک حکومت امام زمانی هستیم و در رأس کشور یک روزخان قرار داره و بدنه کشور هم تقسیم شده میان اراذل اوباش و چاقوکشان و لات سالاری حاکم بر مملکت ما، اصلا مهم نیست. در پیرانشهر بچه ها توی اتاق می سوزن، 37 تا بچه، 27 تاشون خطرناک، وضعیت خطرناک. وزیر آموزش و پرورش میاد در مجلس و جوک میگه، میگه من نه تنها بابت این مسئله الان عذرخواهی میکنم، بلکه تا آخر دنیا هم از این اتفاقات که میفته معذرت خواهی میکنم. که اون وکلای اون طویله مجلس یقشو میگیرن، آقا تو این شرایطی که بچه های مردم کباب شدن شوخی میکنی؟ یه جانی درجه یک که دستگاه قضاوت همین، یعنی اون طویله قوه قضاییه، چون همه اینا واقعا باید گفت استبل ریاست جمهوری، طویله مجلس، چون غیر از این نیست. همینان گرامی، این توهین نیست، این واقعیته. وقتی که 270 تا گاو میشینن در طویله مجلس و میان عربده میکشن، موسوی، خاتمی، نمیدونم کروبی، اعدام باید گردن، شما در هیچ کجای دنیا تا حالا دیدین مقامات قوه مقننه بیان درخواست اعدام بکنن که مربوط به قوه قضاییه است برای یه رجل سیاسی؟ حالا هرچی، حالا من کاری ندارم اونا کیان،
همچی چیز دیدید آباد؟ دیدید وکلای مجلس مثلا نمایندگان زن بیان بر علیه زنان لایحه بدن به مجلس، پیشنهاد بدن به مجلس، تفسره به قانون اضافه کنن؟ همچی چیز اصلا ممکنه؟ به عقل جور در میاد که این زنای ریشو حاج خانوم توی این طبیله مجلس این کار را میکنن؟ همه چیز غیر طبیعی همیهنان گرامی در این مملکت بلازده و در حال سقوط ما متاسفانه. آقای سعید مرتضوی خود اون قوه قضایی پرونده درست کرده براش، حالا به دلیل اختلافات که بین خودشونه، که این آدم جنایت کرده در زندانها و در کهریزک، 5 بچه رو بردن اونجا بهشون تجاوز کردن، این بچه ها رو کتک زدن و کشتن، خودش و 2 قاضی دیگه که یکیشون هم اون آقای حیدری فرد در اصفهان هم طور که گفتم پارسال عید نوروز رفت خارج صف وایساد، مردم اعتراض کردن آقا یه صف 1 بنزین اسلحه رو کشید، 2 تیر هوایی هم در کرد، بعدم که اومدن گرفتنش بعد بلافاصله آزادش کردن، بعد معلوم شد که قاچاق تریاک میکرد. همه جا همین. من به شما بگم همینانی گرامی، اگر الان در مملکت ما یک دادگستری واقعی وجود داشته باشه، اینو من به ذرس قاطع میگم، اینو خدمتتون، اگر یک دادگستری واقعی وجود داشته باشه یا یه هیئت بین المللی، چند تا از قضات بین المللی مثل دادگاه لاهه بیان در ایران به پرونده های این جانیان رسیدگی بکنن و از مردم طلب کسب اطلاعات بکنن، 99% بدون یک ذره قلوف میگم از اینا باید برن زندان. حالا اعدام اینا که خدا نکنه، چون من موافق با اعدام نیستم، اصلا نیستم، به جرم جنایت، به جرم چپاول، به جرم فحشا، هر جرمی که شما بگین شامل حال این جانیان میشه. از اون اول انقلاب چه اصلاحاتیاشون که میگم که اون 1% هم برای این میذارم که بعضی هاشون نیستن، تا به حال اصلاحاتی نمیدونم اصولگرا، همشون فرق نمی کنه. اگر واقعا رسیدگی بشه، درست مثل اون چیزی که ادمون توتو اون اسقف انسان واقعی آفریقای جنوبی و ماندلا قهرمان آفریقا در آفریقای جنوبی گذاشتن، دادگاه‌هایی که این جنایتکاران فاشیست دولت آپارتاید اومدن اقرار کردن، ولی در دادگاه‌ها بعد از اینکه اقرار کردن بدون اینکه اگر میفهمیدن کوچکترین دروغو میگفتن محکومشون میکردن، اینا رو در برابر مردم و افکار عمومی در حالی که در رادیو و تلویزیون پخش میشد بعد اینا رو بخشودن. باور کنید که اگر این جریان در ایران اتفاق بیفته، همونطور که بهتون گفتم 98 تا 99% اینا باستی برن در زندان ها برای همه عمرشون به سیستم ما، یا بیان در دادگاه اقرار بکنن. البته بعدی من که نباید اینا رو بخشن، اینا فرق میکنن. حتی اون دولت فاشیست آفریقای جنوبی که آپارتاید داشت، با وجود که کشورهای رژیمهای جیانی بود، به اندازه سلس اینا جنایت نکردن. 5,000 تا 10,000 انسان شریف دیگر اندیش رو، بچه های ما رو، این جوانی ها با یه فرمان 3.5 کشتن. حالا تازه اون نبود که 100 مورد آقای قاضی مرتضوی جانی رو داشتم اینو میگفتم، آوردن در یه کار خیلی آب و ناندار دیگری گذاشتن بدون این که ایشون رو ببینید از اون موقع تا حالا چقدر مسخره بازی در آوردن، چه تئاترایی اجرا کردن. یه دفعه میگن ایشون حکم صادر شده، اتهام بهش تفهیم شده،
پرونده در حال رسید. همین دلغش محسنی اژه‌ای جانی که خودش از جانیای درجه یک رژیمه، چاقو که دستشو نمیبره. همینانی گرامی، شما خیال میکنید آقای خامنه‌ای رئیس روزخانها، آقای سعید مرتضوی یاد اینا رو میگیره محاکمه کنه، مجازات کنه؟ خب اگه اینا رو مجازات کنه، کی حکومت ظلم و جنایت و چپاول اینا رو میتونه حفظ بکنه؟ نمیشه که. اینا پایه های این رژیم هست که اون نقدی. حالا انواع اقسام جنایت ها رو کردن، چپاول ها رو کردن، احدی از اینا به محاکمه کشته نشده. توی اون طویله مجلس میگن آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول ریاست محترم جمهوری اسلامی، در خیابان فاطمی دزدی های کلون میکرده، 20 نفر از همکاراش گرفتن، در دادگاه ها محکوم شدن، ایشون نشسته، تازه اینو گذاشتن در رأس یک کمیسیونی که به کارهای خلاف دیگران رسیدگی بکنه. سعید مرتضوی رو بعد از این همه جنایات احمدی نژاد جانی گذاشتش در رأس مؤسسه نمیدونم قاچاق ارز و مواد مخدر، حالا هم که گذاشته در رأس بیمه های اجتماعی. آقای جلال الدین فارسی آدم میکشه، آزادش میکنه. آقای فلاحی هم پسرش دوتا آدم میکشه، آزادش میکنه. چه جنجالی در مورد آقای مهدی هاشمی را انداختن که اینطوری شده، اینطوری شده، اینطوری شده. ما دیروز گفتن آزاد شده با البته 1,000,000,000 تومان بسیقه. من با هر نوع زندانی کردن هر انسانی مخالفم، باور کنید. کسی رو بگیرن به جرم بدونه که دادگاه بدونه، اصلا طی مقررات قضایی بندازنش تو زندان. این آدم میتونه مهدی هاشمی یا هر کس دیگه، عادلانه. ولی هی میبینم آقای هاشمی رفسنجانی و همسر گرامیشونو اینا سینه به تنور میچسبونن، ولی از اینا کسی نیست بپرسه آقا این بچه های ما رو همین کارا رو کردن باشون. از ابتدای انقلاب تا همین الان چقدر شما ظلم کردید به این مردم میهن ما؟ کی رسیدگی کرد به این ظلم ها؟ کدوم مرجعی بود برای رسیدگی به این همه ظلم؟ دیدم یه نامه نوشته خانم محتشمی پور، همسر آقای تاجزاده، از وضعیت حاکم بر زندان ها. اینا رو که ما میدونستیم که موقعی که آقای هادی قفاری جانی که الان جزء اصلاحاتی ها هست مسلسل رو گرفت رفت تو زندان های جمهوری اسلامی، بچه های مجاهد و نمیدونم مخالفین رو کشت به این جرم که مجاهدین حمله کردن به مرزهای ایران، شماها کجا بودی؟ خب یک نفرتون بگید که اعتراض کردی مطلقا. موقعی که اون رئیس جنایتکاران روح الله خان همین محمد منتظری جانی رو برداشت مأمور کرد، پسر آیت الله منتظری، که خود آیت الله منتظری میگفت این از نظر عقلی درست نیست، فرستادنش زندان. آقای خمینی فرستاد که برو ببین در زندان ها آیا شکنجه میدن یا نه، چون آقای بنی صدر گفته بود در زندان های جمهوری اسلامی شکنجه رواج داره. و این رفت بعد از یه ماه اومد گفت نه تنها شکنجه نیست بلکه رأفت اسلامی دیگه آدم ها عصبانی میکنه. یا اون جانی لاجوردی چگونه بچه ها رو تحقیر میکرد و اونا رو تواب میکرد، خدا میدونه اینا چه کردن. بچه های 12 ساله 13 ساله کجا بودن آقای رفسنجانی و همسر گرامیشون و این آقای مهدی هاشمی و یا دیگران که الان سینه به تنور میچسبونن؟ کجا بودن اینا؟
ده ها هزار نفر از بچه های میهن ما، از کردها، از بلوچا، از آذری ها، از ترکمن ها، اینا کشته شدن. کی به کار اینا رسیدگی کرد؟ همه اون جانیان الان در رأس حکومت هم. یک نفر از اینا اگر شما بگید که به دلیل اون جنایات پای میز محاکمه اومدن، نه. اگرم گرفتنشون بعضی ها رو به خاطر تقسیم مال و اختلافات مسلکی بین خودشون، بین همین خودی ها، ما که ناخودی بودیم. اون مردک روزخانم که اون بالا نشسته همه رو میگه به بصیرت دعوت میکنه. بصیرت اون بی بصیرت، کسانی که بصیرت نداشتن، این نمیدونم کشتی ما که در حال حرکته، بعضیا پیاده شدن، از این احمدی نژاد هم میگفت اینا، قطار نمیدونم در حال حرکته، هر کی نمیتونه پیاده شه، از این حرفای صد تا یغاز. ولی هیچ مسئولیت اون بابا با عهده نگرفته. مملکت و سپورت 8 سال دست یه مردک عقب افتاده که مملکت رو به حال سقوط در آورده، خودش هم رهبری میکرد اون بالا، همه دستورات رو میده. حالا میگن که تقصیر احمدی نژاد، اونم میگه تقصیر من نیست، تقصیر تحریم هاست. حالا برای تو میخونم، این میندازه گردن اون، اون تعریف میکنه، گوش کنی. اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه میگوید وضع عمومی مردم به لحاظ اقتصادی الحمدلله خوب است و به همین دلیل نباید گفت جامعه ایران با بحران روبروست. آقای بادامچیان گفته اقتصاد ایران هیچگاه شرایط بحرانی رو تجربه نکرده. او میگوید اوضاع آنقدر هم که گفته میشود بد نیست و باید گفت بخشی از مردم درگیری مالی دارن، اما بقیه در رفاه سر میبرن. این نماینده سابق مجلس میگوید هر روز قراردادهای میلیاردی رد و بدل میشود که نشانگر رفاه مردم هست. هیچ دخلم وار به قول همشهری های ما، قراردادهای میلیاردی بین مردم. حالا براتون میخونم چیزای دیگر رو. اینا مد شده بینشون، همینان گرامی، این آخوندا و این چاوکشا، این مده ها، این سرداران قلابی سپاه، اون نمایندگان طویله مجلس، از چندی قبل شروع کردن تعریف کردن آقا اقتصاد ما هم خیلی خوبه، ما در دنیا اولیم. حالا میخونم. پیش از آقای بادامچیان، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران با انتقاد از آنچه نق زدنهای مردم از گرانی و مشکلات اقتصادی نامیده بود، از آنها خواسته بود دست از این کارها بردارن. یعنی نگن اوضاع بده، نگن ما گرسنه ایم، بگن آقا سیری. 8 تیر ماه احمد خاتمی، اون مردک که چشاش مثل وزغ میمونه، اون دروغگو، اون جانی معروف، عضو مجلس خبرگان رهبری، از مردم خواسته بود در برابر فشار تحریم ها و گرانی ها حتی یک آخ نگویند. منصور عرضی مداح معروف تهران نیز در مراسمی مذهبی از مردم خواسته بود به خاطر علی خامنه ای گرانی ها را تحمل کنه. بله، به خاطر علی خامنه ای گفته تحمل کنید. حالا این یکی رو ببینید، سردار سپاه جناب آقای نقدی معروف به شمفروش که از عراق تشریف آوردن تو ایران، با جنایت و میدونم این کارا به مقامی رسیدن که الان هر کاری بگید ایشون همه کاره مملکته. اینا همه کارن دیگه، این چاوکشا، این حلبی به دوشا که خوب جنایتاشونو میکنن، آخر سرم میرن تو مجلس میشینن. مثلا در آمریکا، در انگلستان دیدین یه آدمی که خیلی مثلا خدمات میکنه به امپراتوری بریتانیا، آخر سر میره در مجلس لردان. اینجا بعد از اینکه جنایت میکنن میفرستن تو شما در پارلمان، به اصطلاح در همون طویله، بعد که خوب اینجا بقیه ثروتهای مردم رو چاپیدین، شما رو یا میکنن استاندار یا فرماندار، یا آخر سر یه شغل نون آبداری میدن در خارج از کشور، میشین سفیر.
بله. حالا آقای محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج، تو رو به خدا گوش کنی ببین چی گفت، از دولت محمود احمدی نژاد خواسته از پیشرفت‌های اقتصادی ایران استفاده تبلیغاتی نکند. یعنی این همه پیشرفت اقتصادی داشتیم آقای احمدی نژاد، نگی همه رو من درست کردم. وی همچنین افسوده است نباید به خاطر اختلافات سیاسی با دولت روند رشد اقتصادی کشور را کند کرد، بلکه باید دولت را در حرکت اقتصادی کمک کرد. رئیس سازمان بسیج همچنین اظهار داشته که بازار، دولت و مردم باید برای حضور در میدان جنگ اقتصادی و مقابله با دشمن یک پارچه شوند. دشمن شماهایی، دشمن ما نداریم، شما دشمن مایی. شما اگه گورتون رو گم کنید اون مملکت آروم زندگی میکنه. دشمن درجه ای که ما شمایی در همه زمین ها. بله، حالا یادتونه ذریح امام حسین رو در قم درست کردن، گفتن 14 میلیارد، حالا میگفتن دیگه 14 میلیارد، حالا من بهتون قول میدم تا 200 میلیارد بعدم میره بالا. گفتن 14 میلیارد خرج این ذریع شده که 118 کیلو اینا میگن بازم طلای خالص، 4500 کیلوگرم نقره، مقدار متنابهی چوب آبنوس، میدونی که گرانترین چوبه و این چوبم مال ایران نیست، اینو در یک منطقه از آفریقا با گرانی بسیار خریدن آوردن. حالا و سایر چیزا، این ذریعو اینطوری درست کرد. اولش گفتن تمام خرج اینو مردم دادن. حالا آدم دروغگو کم حافظه، گوش کنی. خبرگزاری ایرنا با اعلام انتقال ذریع قبلی امام سوم شیعیان به ایران اعلام کرد تنها 1 میلیارد تومان از هزینه ساخت ذریع جدید این امام شیعه از سوی مردم تامین شده. 1 میلیارد تومان. ایرنا این مطلب را به نقل از حسن پلارک، من همچی فامیلی ایرانی نشد، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیه اعلام کرد. ایرنا همچنین به نقل از ستاد بازسازی عتبات عالیات گزارش کرده که برای ساخت ذریع جدید امام سوم شیعیان از سال 1385 تا 1389 حدود 1 میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شده. ذریع جدید امام حسین با صرف هزینه بالغ بر 14 میلیارد تومان در قم ساخته و پس از عبور از چندین شهر ایران به کربلا منتقل شده. اما حالا گوش کن، ببینید همین آخونده دیگه، از پول مردم مظلوم مملکت ما 14 میلیارد، من 50 برابرش باید بکنین. حالا باید بخورن تو اینا. اولش یواش یواش دیدین که برای اینکه آدم ها مثلا عادت کنه بدنشون به ضربه، حالا یک متدای خاصی رو اینا هم میتونن، برای اینکه ناگهان نگن که مثلا 800 میلیارد یا مثلا 200 میلیارد نمیدونم 100 میلیارد خرج شده، اول از 4 میلیارد و 5 میلیارد اینا شروع میکنن، همینطوری میان بالا میان بالا. حالا این دفعه مصاحبه کردن گفتن 14 میلیارد. یادتون باشه اگه من دفعه دیگه گفتم، چون ممکنه من یادم بره، 14 میلیارد خواهش میکنم بعضی از شما دوستان یادداشت کنید یه گوشه ای توی دفترتون، این آقای پلارک یا پلارک گفته 14 میلیارد. آخوندن دیگه، این ذریعو بردن با پول نفت و پولی که باید خرج مردم کنن بردن اونجا نصب کردن. یه ذریعی که قبلا مال امام حسین بوده اونو برداشتن با ذریع حضرت امام حضرت عباس، این دوتا رو آوردن تو ایران. حالا میخوام براتون بگم اینا میخوان چیکار کنن. شهرداری تهران از مدت‌ها پیش
یک پروژه جنجالی در حد فاصل میدان امام حسین و میدان شهدا در شرق تهران را در دست اجرا دارد که به پیاده راه آینی مذهبی 17 شهریور مشهور است. پیاده راه آینی مذهبی 17 شهریور قرار است ویژگی های یک پیاده راه مذهبی را داشته باشد و در جلسه شورای شهر تهران نیز بر ضرورت استفاده از نمادهای عاشورا در آن تاکید شده. حالا من براتون ترجمه میکنم. بر اساس برخی گزارش های تایید نشده پس از پایان این پروژه قرار است ضریح امام سوم شیعیان و برادرش عباس از کربلا به تهران منتقل شده و در این دو میدان نصب شود. فاصله آرامگاه این دو شخصیت مورد احترام شیعیان در کربلا بین الحرمین نام دارد که گفته می شود شهرداری تهران در پی بازسازی آن در حد فاصله این دو میدان است. در میدان امام حسین یعنی فوزیه سابق و اون یکیش میدان شهدا که من فکر میکنم میدان جال است، میدونید که چقدر فاصله است. اینا قرار شده اتومبیل رو در اونجا منع کنن رفت آمدشو به کلی ببندن. این دوتا رو از این فاصله لابد یک پیاده روی عظیم درست میکنن بین الحرمین، ذریه امام حسین میارن در میدان امام حسین، ذریه حضرت عباس هم میبرن در میدان شهدا. اینجا میشه بین الحرمین. میدونید برای چی؟ برای این که یه عده زیادی رو دیگه نفرستن کربلا، بیان همونجا خود شهرداری و آخونده مردم رو سرکیسه کنن، ورودی بگیرن، نزورات بگیرن، بگه خود امام حسین حضرت عباس ما اینه میخواستیم، حالا ما آوردیم دیگه. ببینین عقل جن میرسه به این کارا. حالا بعدم برای تو ممکنه مکه با این چیزا رو هم بسازن. در دنیا دولت ها دنبال اینن که مردم رو وسیله آسایش و آرامش و ورزش و تفریحات براشون انجام بدن. از اونجا که مملکت ما مملکت آقای امام زمانه و آخوندا این دنیای شما رو میگیرن، یه دنیای نسیه رو بر شما پیش بینی میکنن، یعنی میگن این دنیا شما باید به ما پول بدین، ما کیف کنیم، لذت ببریم، 10 تا زن بگیریم، بهترین تفریحات رو بکنیم، قش بکنیم، از بالای منبر بیافتیم تو خانوما، هر کدوم 7-8-10 تا همسر و سیغه و اینا بگیریم، شما رو پاس میدیم به دنیایی که ندیدی، ما رو پروار کنین، اون دنیا مال شما، این دنیا مال ما. به جای این که برای شما وسایل تفریح، ورزش، هیچ، با این پولا میتونستن اینا ده ها استادیوم ورزشی بسازن. ورزش برای کی؟ برای مردم؟ گور پدر مردم. ورزش چرا باید بکنن؟ تئاتر میخوان، برای چی تئاتر میخوان؟ سالن ارکستر مجلسی رو مرخص کردن، گفتن بریم پی کارتون. سینما میگن سینمای جبهه باید درست بشه، غلط کرده پناهی و نمیدونم اون کارگردانای درجه یک داریم، آقای سورچه نمیدونم کیه، آقای مسعود دهنمکی، اینا کارگردانه هستن که دنیا افسوس میکنن با مثل خود رهبر، که همه دنیا میگن کاش ما این رهبر آماده شد. اینا هم تو حالا اومدن براتون بین الحرمین درست کردن، اون طرف امام حسین رو ذریعهشو گشتن از اونجا آوردن، این برم ذریعه سابقه حضرت عباس، حالا چند میلیارد هم ذریعه حضرت عباس میبرن، ذریعه کهنره، اینا ذریعه های کهنه است میارن، بعدم یه دکون هم اینجا باز میکنه، مردم سرکیسه میکنن، یه بهتر از این میخوان؟ حالا اینا گفتن تحریما وضع مردم خوب و عالی و فلان، آخه مملکت ملوک و طوایفی همین الان گرامی، تو این مملکت که حرفای یکی نیست، که هر کی یه گوشه‌ای رو گرفته، این یکی رو گوش کنی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاثیرگذاری تحریم‌ها در زندگی شهروندان ایرانی اظهار تأسف کرد و گفت
وضعیت اقتصادی مردم در حال حاضر نامطلوب است. بعد بگی وحشتناک، میگه نامطلوب. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رضایی این مطلب را در گفتگو با این خبرگزاری در اهواز بیان کرده. وی گفته دشمنان روی این نقطه ضعف‌های جمهوری اسلامی دست گذاشته و متاسفانه زندگی مردم تحت تاثیر قرار گرفته و بیکاری در میان نسل جوان افزایش یافته. رضایی اضافه کرده غلبه بر این وضعیت و حل مشکلات در حوزه اقتصاد و معیشت کم ارزشتر از پیروزی نظامی ایران در جنگ با صدام و حامیانش نیست. کدوم پیروزی مردک؟ جام زر و رئیستون سر کشید، تو داری میگه پیروزی؟ میگه ما غلبه پیدا کنیم بر این تحریم ها به اندازه اون پیروزیمون در جنگ ایران عراق؟ کدوم پیروزی دیگه؟ دروغ به این واضحی؟ جنگ زدین، جنگ رو باختین، میلیارد ها به اون ملت خسارت زدین، 14 میلیارد شد دست به نقد آمریکا خورد، حالا اومدین دم از پیروزی میزنی؟ بله، حالا از این شیرین کاری ها رو همطور براتون میگم. همه اینا رو گفتن، وضع مردم خوبه و نمیدونم اقتصاد عالیه و این یکی فقط گفت اینطوری. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی، اینو سایت روزنت نوشته، گوش کنید. آقای محمد رضا یزدانپناه، چیزهای خیلی خوب این آقای یزدانپناه می‌نویسه توی سایت روزنت. در گفتگو با روز از افزایش 4 برابری قیمت فروش کلیه در کشور و افزایش فروشندگان این عضو حیاتی بدن خبر داده. وقتی که این گزارش رو میخونین، من باور کنید گریه کردم. باور کنید اینو. وقت ندارم، برنامه وقت ندارم براتون بخونم. دو تا انسان میشینن در برابر هم، من فیلمشو دیدم، معامله میکنن سری از عضوی از بدنشون. اون گریه میکنه میگه من میمیرم اگر کلیه نگیرم، 10 میلیونم پول دارم. این یکی که باید عضوی از بدنشو بده به اون یکی تا اون از مرگ نجات بده، میگه من بدبختم، خانوادم هیچ چاره‌ای ندارن جز این که بیام کلیه‌مو بفروشم تا بتونم زندگی کنم. این گریه‌آور نیست همیانان گرامی؟ برای یه ملت که روی گنج خوابیده و میبینه که یک عده اراذل اوباش که جاهاشون تو زندانه، یکی در رهبری نشسته، بقیه جزو دولت مردان، بقیه هم تو قبیله مجلس، یه عده از این جانیان تو دستگاه عدالت و بقیه هم در پلیس و سپاه و ارتش و اینا. این گریه نداره که مردم اعضای بدنشون رو بفروشن در همون مملکت؟ من بعضی وقتا این آگهی 500,000 دلاری رو میبینم که مرتب شما در این تلویزیون ها میبینید، از جمله تلویزیون خودمون. چیه این پولا؟ مال کیه؟ جز این سرداران حلبی به دوش و وکلای طویله و شاید 3% اینا از تاجرهای مثلا موفق، اونم زد و بند داره. بقیه همیانان گرامی، بقیه این اراذل اوباش دارن میان تو آمریکا برای خودشون و خانواده هاشون و همه دارن گرین کارت میگیرن. اون وقت من 7 سال اینجا میدم، هنوز با هر وکیلی صحبت میکنم که شما 2,000 دلار دیگه بده، اینجا هم 4,000 دلار دیگه بده، اونجا هم 8,000 دلار دیگه بده، تا حالا 23,000 دلار گرفتن ازم. هنوز بعد از 6 سال من گرین کارت که نگرفتم هیچی، فکر میکنم دیگه شاید تو همین چند ماه آینده دیگه اگه مجبور بشم برم. ولی بیان ببینید چه خبره. تو خیابون میبینید، تو لس آنجلس یواش یواش میبینید آدمایی که قیافه های عین آدمای دیگر داره، نمونه هاشم میبینید دیگه، آقای کدیور، آقای نمیدونم
همه این جوانیانی که تو ایران این بر آقای موسویان، حسین موسویان که من تو آلمان باش مصاحبه رفتم کردم، دیدم این جوانی چه حرفایی میزن. پرویز دستمالچی رو باید بیارم اینجا براتون، اون کسی که تنها کسی که تو میکنوس جان سالم به در برد، تا براتون تعریف بکنی که این جوانی چجوری رهبری همه ترورای آلمان رو در دست داشت و با خون سردی میشست اینطوری اون پشت میز شرف میزد، که امشب نمونهشو حسن دایی برای شما پخش کرد. نمونه کوچیکه، من میدونم این کیه. حالا اومده اینجا در دانشگاه پرینستون استاد میهمان شده. این عمیانان گرامی، ما خودمونم تقصیر داریم. الان ببینید هر جا میبینید وکیل برای اینی که 500 هزار دلار بگیرن و نمیدونم برای آدما گرین کارت بگیرن. من نمیخوام کار این وکلا رو نفی کنم، نه، اونا کارشون رو انجام میدن. این به اصطلاح قوانین آمریکاست که به این آدما اجازه میده ملت رو چپاول کنن بیان اینجا 500 تا بدن گرین کارت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون. هیچی، چند وقت دیگه متجاوز از 400 خورده شرکت در همین ایالت کالیفرنیای شمالی و جنوبی از عوامل رژیم جمهوری اسلامی اینجا. چارلز برین اورنج کانتی ببینید چه خبره. همون چند وقت قبل بود که یکی از دوستان من فیلم سینه زنی و زلجنان در نیویورک تو خیابونا اسب حضرت عباس رو نمیدونم سینه زنی و زنجیر زنی برای من فرستاده بود. تعجب آور نیست. ما از دست اینا فرار کردیم، دوباره اومدن اینجا. چی کار باید کرد؟ از اینجا یه عده ایرانی میرن اونجا تخلیه اطلاعاتیشون میکنن. خب بگین شما بیان اینجا ببینیم، پاستون رو بدین، پاستشو میگیرن تو فرودگاه. خب شما اونجا کسین کجا میرین؟ اینا میخوان برن برگردن دیگه، همشون رو نمیگن ولی بیشترشون. کجا میرین؟ میرین فرانجا. مهمونی ها چی؟ بله. چه حرفایی میزنن؟ همه رو تخلیه اطلاعاتی برمیگردن. میگم که تک و توک، نه همه، ولی این خطرناکه این کار. یا میگیرنشون یا تبدیلشون میکنن به خبرچین، بعدم میان اینجا شروع میکنن. این همینا تلفن میزنن به من، آقای فرجی چقدر از این حرفا میزنی؟ شما نمیدونم مشیری، میبودی، نمیدونم پارسا، پرویز قاضی‌سعید، نمیدونم ناصر، چقدر از این حرفا میزنی؟ اینا کی میرن؟ بس کنید این حرفا رو. خیلی هم اوضاع خوبه، مردم هم راضی هن. از اون برم میگن کلیه میفروشن مردم، معامله میکنن سر قانون درست کردن در مجلس که میخوام حالا چند تا فیلم براتون پخش کنم. خیلی صحبت کردم. اصلاح قانون انتخابات و ممنوعیت مناظره های زنده تلویزیونی. قانون رو ببینید که هر کس میخواد مناظره تلویزیون کنه نباید بیاد بشینه همینطوره هرچی دلش میخواد بگه. این به نظام و رئیس روزخانه لطمه میزنه. باید بره قبلا ضبط بکنه هرچی دلشون میخواد درارن و بهش بگن اگه این حرفا رو بزنی پخش میکنیم. گوش کنی، این فیلم مال بی بی سیه، نگاه کنید. هم یاره ها؟ اوکی باشه، صداست میگه. ببخشید من نمیدونستم صدا. فیلم نیست، صداست. بارتان اونو ولش کن، ولش کن، اجازه بده. میایم سر سوریه. همینو نگرم، در سوریه از برکت رژیم جمهوری اسلامی همینایی که آقای احمدی نژاد یادم رفت براتون بگم یه پیام تسلیت فرستاده برای ملت آمریکا. کسی که همین تو پیرانشهر بچه ها 27 تا بچه سوختن از 37 نفر، اصلا بهشون تسلیت که نگفت هیچی، دوتشون که مردن نه تسلیتی گفت نه نماینده فرستاد، هیچ. زلزله اومد در ورزگان و در حریص، بلند شد رفت تو آمریکا. درست یه روز بعدش نه تسلیتی نه چیزی، قشنگ رفت آمریکا و خوب چرید اینجا و
صد خورده آدم با خودش آورد، بعد برگشت ایران. حالا برای مردم آمریکا تسلیت فرستاده. کی؟ احمدی نژاد. چه کسی؟ کسی که جانی ترین آدمو که دشمن بچهای ایرانه، یعنی سعید مرتضوی رو تو دانشگاه دیدید با بچهای شکار کردن، اونم واش یه تسلیت فرستاده. جناب آقای اوباما ریاست محترم جمهوری ایالات متحده، هم احمدی نژاد و همون جانی تلگراف تسلیت فرستاده. همینا در سوریه ببینید مردم رو به سلابه کشیده. از یک حکومت وحشی مثل بشار اسد چگونه دفاع میکنه؟ میانان گرامی، یکی از آخوندهای جمهوری اسلامی که نماینده ولی فقیه در مازندرانه گفته که آیت الله نورالله تبرسی گفته اسلام متد جامعه سازی را وحدت شروع کرده و همه ما اگر اختلافات رو بذاریم کنار، مثل اون روح‌الله خمینی یادتونه گفت همه با هم، یعنی همه با من، نه همه با هم، منظورش گفت همه با من باشین، هر چی من میگم بگین چشم. حالا این مردک هم اینو گفته همه با هم، گفته اگر ما همه با هم باشیم پشت استکبار رو به زمین، من نمیدونم اگه این استکبار رو اگه این آمریکا نبود اینا چه خاکی به سرشون میریختن. تقصیر اون خان گردن کی؟ حالا وی در بخش دیگری از سخنانش به بکارگیری علم در سایه دین اشاره کرد و اظهار داشت علم اگر در اختیار دین نباشد فاجعه تیراندازی در مدرسه در آمریکا اتفاق می افتد. توجه کردین؟ علم اگر نباشه، اگر دین نباشه با علم، بی خود این آقای تبرسی زحمت کشیده. من بهش میگم تو خیابونای تهران زورگیری میشه، یادتونه دیدیم پریشب چند شب پیش یه نفر اومد رفت پول بگیره، دو تا چاقو کش پیاده شدن از موتور با چاقو کتش رو در آوردن، کیفش هم بردن. مردک تو مملکت خودمون نگاه کن اگر علم و دین به قول تو نباشه مملکت به این فاجعه نمیفته، چون شما نه دین داری نه علم، شما شالاتانی. نتیجهش اینه. بعد تو آمریکا رو نگاه میکنی، چون علم و دین نیست فاجعه. اینجا یه بچه دیوانه ای اول مادرش رو کشته بعد رفته بچه ها رو کشته. یادتون باشه 340 میلیون نفر اینجا جمعیت داره، از این فجایع در سال یکی دو دفعه اتفاق میفته. من دفاع از جامعه آمریکا نمی کنم، هیچ، دست همه هم اصله هست. شما اگه تو مملکتتون اینطوری بود که الان روزی چه هست گوش و کنار مملکت همینطوری داری سر میبرین و آدم میکشین و بچه رو جلوی پدر مادرش، مادرش رو جلوی بچه هاش، پدرش رو جلوی شما ها از دین و علم صحبت میکنین. به دنباله خبرهای مربوط به میهنمون پردازم. آقای احمدی نژاد رو آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دعوت کرده بود بره در قونیه برای بزرگداشت مولانا جلال الدین رومی. میدونید که این شاعر ایرانی، من رفته بودم در ترکیه، واقعا اصلا حیرت زده میشد. در اونجا به محض اینکه شما از هواپیما پیاده میشین تو فرودگاه، فوری بهتون یه دفترچه میدن که دفترچه توریستی وزارت نمیدونم توریسم ترکیه است. در اون بالاش نوشته مولانا، همینجوری به این فرم می نویسن، مولانا شاعر بزرگ ترک. بعد من به ایشون گفتم که آقا این شاعر بزرگ ترک، چون این بچه‌هایی که میان بیشترشون ترکایی که این کارای توریستی رو انجام میدن آلمانی بلدن، من بهش گفتم این مولانا شاعر بزرگ ترک چرا آخه یه خط ترکی نگفته به اصطلاح به زبان ترکی یا نوشته ترکی؟ گفتم این خطی که میبینی خط پا، گفت نه خیلی خط فارسی چیه، این خط سابق دوره عثمانی ما این خط بوده. من دیدم اینقدر این ابله و عقب افتاده چی برش بگم، هرچی بهش بودم این خط فارسیه، میگفت نه خیلی این خط دوران عثمانیه. همه رو بین خودتون تقسیم کردن دیگه. گفتم براتون چند شب قبل تار که یه ساز اصیل ایرانیه
آذربایجان را به اسم خودش ثبت کرد. عید نوروز رو، عید نوروز رو ترکیه و تاجیکستان و آذربایجان اینا رفته به اسم خودشون، ایرانم هی اینور اونور بالاخره خودشو چسبون. نمیخواستن ایرانی‌ها برن، جمهوری اسلامی نمیخواست. نوروز به اسم 6 تا 7 تا کشور ثبت شد. گریه داره واقعا. حالا آقای احمدی نژاد دعوت کردن به قونیه برای بزرگداشت مولانا. این مردک قوچلی، سردار قوچلی، گنده فیروزآبادی، 400 کیلوه، پریروز یه سخنرانی کرده که آقا این پاتریوتایی که شما گذاشتین به ترکیه، این باعث جنگ جهانی سوم میشه، ما بهتون بگیم یعنی میزنیم شما رو. دعوت رو پس گرفتن از احمدی نژاد، دعوتش نکرد، گفتن نمیخواد بیاد. بعد روزنامه‌های ایران دیدن خیلی بده دیگه، نوشتن که به علت تراکم کاری آقای احمدی نژاد عذر خواسته. یه عکسی هم دیدم چند روز قبل، سفیر فنلاند یا نروژ رفته دیدن احمدی نژاد، استوارنامه‌ش رو تقدیم بکنه. این شرایطی داره، باید بیاد سه دفعه تعظیم کنه، در تمام دنیا مرسومه سفیری که بخواد به رئیس جمهور یا یه پادشاهی استوارنامه خودشو بده، سه دفعه باید بیاد سر یه چیزایی هست وایسه تعظیم بکنه، آخر سر بیاد استوارنامه رو دولا بشه و رئیس جمهور، رئیس دفترش رو میگیرن میدن به رئیس جمهور یا پادشاه، بعد اجازه نشستن بهش میدن. این سفیره اومده جلوی احمدی نژاد، احمدی نژاد اینطوری نشسته، پاش انداخته رو پاش، کف پاش طرف صورت احمدی نژاده. اینا که به این عقب افتادگی هستن، رئیس تشریفات وزارت خارجه گفته این کار این توهین‌آمیز بوده به رئیس جمهور و این میدونسته مخصوصا این کار کرده، چون سفیر سابقه داره، سفیری نیست که تازه این کار رو باشه. پاش انداخته رو پاش، کفشش نه یکی که طرف احمدی نژاد، اون پاش که طرف احمدی نژاد، یعنی طرف صورت احمدی نژاد پاش انداخته رو پاش، احمدی نژاد هم مؤدب نشسته مثل که این رئیس جمهوره و اون در برابر این نشسته. خجالت آور همینان گرا. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید همینان گرامی. تا برنامه فردا، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.